بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما عزیزان بخیر. امیدوارم همه صحت و سلامت باشین و در حفظ و امان خدا قرار داشته باشین و دور از گزند وایرس کرونا. درس امروز ما درس هفتم یا جلسه هفتم از سمستر نهم که مربوط میشه به فصل سوم و عنوان درس ما هست مایه امنیوتیک. که مایه امنیوتیک چیه؟ مایه امنیوتیک از همان هفته های اول حاملگی مایه امنیوتیک شروع به تولید میکنه. مثلا مقدار ازی در هفته دهم به اندازه 10 تا 20 سی سی یا میلی لیتر میرسه، در هفته 24 به مقدار 500 الی 800 میلی لیتر میرسه و در هفته 32 تا 36 به اندازه 1000 میلی لیتر مقدار ازی افزایش پیدا میکنه و از هفته 36 به بعد مقدار ازی آهسته آهسته کاهش پیدا میکنه، چون جنین بیشتر کلانتر میشه، وسیع‌تر میشه، بزرگتر میشه، جای بیشتر در داخل رحم اختیار میکنه، مقدار مایع امنیوتیک کاهش پیدا میکنه و تا زمانی که به ترم میرسه، در زمان ترم به 800 میلی لیتر یا سی سی میرسه و اگر طفل پست مچور میشه، یعنی به هفته 42 بیشتر میرسه، در هر هفته 200 میلی لیتر یا سی سی از حجم مایع امنیوتیک کاهش پیدا میکنه که حتی جنینی که پست مچور میشه اولین علامت هزی اولیگو هایدرامیوس میباشه. در نیمه اول حاملگی انتقال آب و دیگر مالیکول های کوچک نه تنها از طریق امنیون بلکه از طریق جلد جنین هم صورت میگیره. در طول سه ماه دوم جنین چون بزرگتر میشه کارهای بیشتر یاد میگیره یا در عضویت از این پیشرفت میکنه و ارگانهای از او ساخته میشه. مثلا سیستم ادرار در عضویت از او تقریبا تکامل پیدا میکنه و میتونه جنین در این سه ماه دوم شروع به ادرار کردن میکنه، شروع به بلع و استنشاق از این مایع امنیوتیک میکنه که این روش از این میتونه نقش مهمه در کنترل حجم مایع امنیوتیک داره. یعنی اگر جنینی ادرار نکنه یا بلع نکنه، میتونه که ادرار نکنه حجم مایع امنیوتیک کاهش پیدا میکنه، اگر بلع از این کم باشه مقدار مایع امنیوتیک رو افزایش میده. پس مایع امنیوتیک چه قسم مایع میباشه؟ مایع امنیوتیک یک مایع شفاف و لیمویی کمرنگه. پی اچ از این بین 7.1 تا 7.2 و بیش از 99% از او آب، املاح و مواد منحل در آب و 1% دگی از او حجرات جنینی، ورنکس، لانگو، کازیوزا و محصولات دفعی و مواد غذایی تشکیل میده و همچنین در حوالی ترم که میرسه به مقدار روزانه به مقدار 1000 میلی لیتر مایع به داخل کیسی امنیون می آید و همون مقدار پس از عضویت جنین یا از خود ما امنیون خارج میشه. یعنی همون مقدار مایعی که تولید میشه که مایع امنیوتیکر می سازه، همون مقدار باید پس از عضویت از این خارج شه که اگر این مقدار از این زیادتر باشه یا کمتر باشه یا تفاوت در تولید و در دفع از این صورت بگیره، میتونه که باعث ابنورمالیتی های مایع امنیوتیک که عبارت از پولی هایدرامنیوس یا اولیگو هایدرامنیوس در نزد جنین ایجاد میشه. وظایف مایع امنیوتیک چیه؟ یکی جلوگیری از صدمات فیزیکیه. مثلا اگر مایع امنیوتیک نباشه، زمانی که مادر صدمه میبینه یا مفته یا صدمه بطن از ایجاد میشه، جنین 100% صدمه میبینه. پس به خاطر جلوگیری از صدمات فیزیکی، فشارهای وارده به جنین، پلاسنتا و حبل سروی حرکات جنین امکان پذیر میسازه که این هم میتونه سبب رشد اندامهای ازیشه، پیشبرد روند تکامل ریویه، حفظ درجه حرارت ثابت بدن جنینه که به اندازه چیه؟ 37 درجه سانتیگراد به اندازه درجه حرارت نرمال بدن خانومه. در مقابل پتوژنه، یعنی میتونه که تقریبا یک مقدار انتیبیوتیک داره، یک مقدار انتیبدی داره که در مقابل انتیجن ها مقابله میکنه و انتیجن تخریب میکنه. یعنی همیشه به صورت یک سد عمل میکنه مایع امنیوتیک، نمیگذاره که پتوژن داخل مایع امنیوتیک شه.
تأمین کمی در احتیاجات جنین، کم و بیش مقدار مواد غذایی جنین از این مایع امنیوتیک تأمین میشه و همچنین در زمان ولادت چه کار میکنه. یعنی مایع امنیوتیک میتونه که همو جیب امنیون در حقیقت یا کیسی امنیون میتونه که سبب توسع عنق میشه، یعنی در پیشرفت پروسه ولادت نقش اساسی داره، هم توسع عنق ایجاد میکنه و هم میتونه که سبب افسمانت یا نرم شدن و کوتاه شدن عنق رحم میشه. ابنورمالیتی های مایع امنیوتیک میتونه چی باشه؟ ابنورمالیتی های ازی شامل دو چیزه، یکی هایدرامنیوس یعنی پولی هایدرامنیوس و یکی اولیگو هایدرامنیوس، یعنی افزایش غیر طبیعی مایع امنیوتیک به نام پولی هایدرامنیوس میگه که این اندازه‌گیری که شده میگن بیشتر از 2000 سی سی یا میلی لیتر به نام پولی هایدرامنیوس گفته میشه که در 1 الی 2% از حاملگی ها اتفاق میفته. و همچنین هایدرامنیوس به 3 شکل، به شکل خفیف داریم، شکل متوسط داریم و شکل شدید داریم، که این از روی چی تعیین میکنه؟ از روی امنیوتیک فلود ایندکس، یعنی طول هر پاکت عمودی مایع در هر کوادرانت بدن اندازه گیری میشه، یعنی این در سونوگرافی تعیین میشه، به صورت خط فرضی در روی سره ایجاد میشه و 4 کوادرانت که 2 کوادرانت علوی و 2 بالاتر از سره و 2 کوادرانت پایین تر از سره اندازه گیری میشه مقدار مایع امنیوتیک. یعنی طویل ترین پاکت عمودی، یعنی عمیق ترین پاکت عمودی مایع امنیوتیک رو ما سنجش میکنیم، اندازه گیری میکنیم، دستگاه اندازه گیری میکنه و زمانی که اندازه گیری شد این 4 کوادرانت با هم جمع میکنیم ببینیم چقدر میشه. به حالت نرمال مقدار مایع امنیوتیک بین 8 الی 20 و بعضی جاها حتی گفته در 24، 8 الی 20 تا به 24 میتونه نرمال باشه و از 8 به بالاتر میتونه یعنی پولی هایدرامنیوس میشه و از 8 به پایین تر اولیگو هایدرامنیوس میشه. و این نوع خفیف از این نظر به اندازه گیری که کتاب شما کرده به صورت درست خدر واضح نیه و روش های استندرد حاله میگه که مایع امنیوتیک نوع خفیف که اگر افزایش پیدا کنه بین 9 سنتی تا 11 سنتی میتونه نوع خفیف باشه، از 12 تا 15 سنتی نوع شدید متوسطه و از 16 و بیشتر از 16 سنتی متر حالتی که جنین کاملا در داخل مایع امنیوتیک قطوره و شناوره به این حالت شدید میگن. و همچنین ما فقط میتونیم از روی همین طولانی ترین یا عمیق ترین طول مایع امنیوتیک، پاکت مایع امنیوتیک ما میتونیم این مقدار تعیین بسازیم. و همچنین شکل خفیف ازی در 2/3 موارد تشکیل میده و شکل شدید ازی عواقب بسیار ناگواری داره و اختلالات عوارض ازی بسیار زیاد میشه. از نظر اسباب اگر ما اندازه گیری کنیم، در حدود اسباب ازی ما در نظر بگیریم 70% به شکل ایدیوپاتی که هیچ علت ما برای ازو دریافت کرده نمیتونه. و همچنین اسباب دیگه هم که داره، مثلا خانم هایی که مصاب به دیابت باشن، خانم های دیابتیک چون گلوکوز در نظر از اینا زیاده با انتقال میکنه از طریق خون به جنین، گلوکوز جنین مصاب به هایپرگلایسیمی میشه و هایپرینسولینی میشه. همی افزایش گلوکوز در نظر جنین میتونه سبب ادرار، تولید ادرار نزد جنین افزایش میده. تولید ادرار که نزد جنین افزایش پیدا کرد میتونه در حدود در تقریبا پولی هایدرامنیوس در نزد جنین ایجاد میکنه، یعنی همین تناسب مایع امنیوتیک بر هم میزنه، تولید مایع در نزد از اینا زیاد میشه و جذب از این کم و بالاخره جنین به طرف پولی هایدرامنیوس میره. و همچنین یک مقدار چیای اقتداد انومالی های مادر زادیه در نزد جنین، که این انومالی های مادر زادی زیادتر همو انومالی های سیستم عصب مرکزی تشکیل میده که جنین به طرف چی میره؟ به طرف آننسفال میره که همو قسمت عظم فرانتال در نزد از این اصلا وجود نداره، برو به نام آننسفال میگیم، یا مثلا اسپینو بایفیدای یا هایدرو آننسفال یا هالو پرزنسفال. این در حالاتی میباشه زمانی که نمی انومالی های سیستم عصبی مرکزی موجود بود، جنین توانایی بلعر از نظر عصبی نداره، توانایی بلعر نداره، پس مقدار مایع افزایش پیدا میکنه، بلعر در نزد از اینا ایجاد نمیشه، مقدار مایع بالا میره و بالاخره پولی هایدرامنیوس به وجود میاره. و جنین هایی که مثلا به و همچنین مادرایی که دوقلویی دارن و دوقلویی زیادتر زمانی که دو تا جنین باشه و یک پلاسنتا یعنی مونوکوریونیک باشه، زیادتر در نزد از اینا سندرم قلب قلب به وجود میاره. سندروم قلب قل چی رقم ترانسفوژن قلب قل میگه، ترانسفوژن
زمانی که پلاسنتا یکی باشه، مقدار خونی که به یک جنین میده به صورت مساویانه بین هر دو جنین تقسیم نمیشه، یعنی به یک جنین خون بیشتر میرسه، به یک جنین کمتر میرسه و به این جنینی که بیشتر خون میرسه حتی قلب از به طرف عدم و کفایه به طرف کلان شدن و هایپرتروفی میره، مقدار مایع در نزد از اینو مایع امنیوتیک افزایش پیدا میکنه، حجم خون در نزد از اینو زیاد میشه، پلیسایتیمی و اینها رو به وجود میاره و بالاخره پولی هایدرامنیوسل میسازه و به جنینی که خون کمتر رسید قلب از حتی کوچک میشه و ارگان های از وسط درست روش نمی کنه، به جنین بسیار کوچک میشه یا حتی میمره، ولی مقدار مایع هم که برای میرسه بسیار کمه، به شکل اولیگوهایدرامنیوز میباشه و همچنین یک تا انتاناتی هم هست به صورت مادرزادی در نزد جنین وجود داره که این هم زمینه برای به پولی هایدرامنیوز مساعد میسازه. و همچنین به حساب تشخیص ما چه قسم تشخیص بدیم؟ زمانی که یک خانم به پیش ما مراجعه میکنه و حکایت میکنه، فرزند میگه من 6 ماه یا 7 ماه حمل دارم، ولی بعد نظیر که ما میبینیم بسیار بد نوسی و بزرگی میبینیم، این ما اعضای جنین کوشش میکنیم جذب کنیم، اثر بد نظیر جذب کرده نمیتونیم، یک بطن بسیار براق، یک بطن بسیار سخت و وسیع و پرزنتیشن جنین ما تعیین کرده نمیتونه که بفهمیم آیا سر به قالبه یا سفالیکه یا بریچه یا ترانسفرز، هیچ چیز ما تعیین کرده نمیتونه، اعضای جنین جس کرده نمیتونیم، قلب از شنیده نمیتونیم. پس به این دلیل ما تشخیص چیر میزنیم، پولی هایدرامنیوسن از زمین میزنیم. نظر به عوارض چینه و عوارض داره، نه به خفیف متوسط قدر عوارض ایجاد نمیکنه نزد مادر و نه به شدید از این میتونه مشکل ساز باشه، ولی نه به شدید هم دو طریقه میتونه به شکل مزمن ایجاد چه نزد خانم و میتونه به شکل حاد، اگر به شکل مزمن ایجاد چه چون آهسته آهسته مقدار مایع بالا میره، مادر تا اندازه در مقابل از اون مقاومت ایجاد میکنه، تا اندازه تطابق میکنه، اعراض و اختلالات مادری کمتره، ولی اگر به شکل حاد مثلا صبح مریض نرمال بوده تا شام دفتن پولی هایدرامنیوز بسیار وسیع ساخته، پس به این دلیل مادر تحمل کرده نمیتونه، مستاب به یک اسرت تنفس بسیار شدیدی که حتی حالت ارتوپنی داره، مریض به حالت سرگذشته اصلا تحمل کرده نمیتونه، فقط به حالت قائم و ایستاده میتونه تنفس کنه، این بسیار شدیده در نزد مادر و همچنین میتونه پارگی از این کیسه میتونه که سبب ولادت قبل از وقت میتونه بسازه و همچنین میتونه که همین بطن بسیار بزرگ و وسیع که نزد مادر ایجاد شده بالای وریدا فشار میده و میتونه یک عزیمای بسیار وسیع در نهایت سفلی ایجاد میشه، میتونه در جدار بطن، در واژن، در نهایت یا پاها یک عزیمای بسیار وسیع و زیاد نزد از این خانم ایجاد میکنه و حتی همین مایع که زمانی که جیب پارش و آبریزی در نزد خانم به وجود بیاره میتونه سبب کش شدن پلاسنتا میشه و پلاسنتا زمانی که جدا شد ابرقچ پلاسنتا میسازه و خونریزی بسیار وسیع میسازه و همچنین فشار بطن مادر که دفتن پایین بیایه از یک طرف پلاسنتا جدا میسازه، از یک طرف رحم تقبض نمیکنه، تقلص نمیکنه تا جلو خونریزی بگیره، چرک فشار بطن دفتن پایین آمده، پس به این دلیل رحم به طرف شل شدن و به طرف اتونی میره، خونریزی ها در نزد خانم بسیار بالا میره، پست پارتوم هیموراژ در نزد مادر به وجود میاره، این از جمله عوارض اختلالاتیه که مادر به زوم حساب میشه. و همچنین در هایدرامنیوز میزان سزرین 3 برابر و میزان مرگ و میر پرنتال 4 برابر گزارش شده و حتی وزن جنین هم دیده شده که در طول هایدرامنیوز حتی بیشتر از 4 کیلو هم جنینا بودن، یعنی وزن از اینا میتونه بالاتر باشه. انظار از این در طول هایدرامنیوز بسیار شدید، انظار بسیار خرابی داره، ولی در نوع خفیف اقدر انظار خفیف و متوسط انظار بسیار شدیدی نداره. اگر سیویر پولی هایدرامنیوز باشه، ما زمانی که در سونوگرافی تشخیص میدیم حتی اگر جنین ما کاملا سالم و نرمال ببینیم نمیتونیم برای مادر بگیم و نباید برای مادر بگیم که جنین تو 100% سالمه، ما باید رو اطمینان بدیم که جنین زمانی که افزایش پیدا کرد احتمال داره که جنین از اون سالم نباشه، از نظر کروموزومی یا از نظر ساختار داخلی ممکنه به کدام اختلالات گرفتار باشه که جنین سالم برای مادر از اون یا نوزاد سالم ما تقدیم کرده نکنه. به حساب تداوی ما چه قسمی تداوی میکنیم؟ اولا اینکه عامل عذر، عامل زمینه ساز عذر کوشش میکنیم ما پیدا کنیم، عامل عذر برطرف بسازیم و یا اگر مقدار مایع زیاد باشه میتونیم ما امنیوسنتز کنیم، یعنی یک مقدار مایع از سر بطن مادر بکشیم که از سر بطن مادر ما میتونیم به هر نیم ساعت مقدار 1000 تا 1500 سی سی مایع میتونیم ما بکشیم، یعنی میتونیم هفته یک بار یا سه روز یک بار نظر به شدت مایع در نزد مادر اجرا میکنیم که این مقدار مایع که ما میکشیم میتونه که اسرت تنفس در نزد مادر کاهش بده و همچنین خطر پارگی کیسه امنیون، خطر ولادت پریترم و جدا شدن پلاسنتا یا ابرقچ پلاسنتا رو بسیار بالا میبره.
و همچنین ما یک دوای داریم که به خانم های که مصاب پولی هایدرام نیست از هفته 26 تا به 32 در نظر از اینا میتونه ما تجویز کنیم و این مای دوار و از جمله انزیت های به نام اندومیتاسین یاد میشه. و اندومیتاسین ما چه قسم میدیم؟ تابلت های 25 میلی گرم داره که ما میتونیم به شکل اورال یا به شکل مقعدی در نظر خانم میتونیم یا رکتال ما تجویز میکنیم. به شکل اورال میتونیم هر 6 ساعت یک تابلت 25 میلی گرمی به نظر خانم از هفته 26 23 در نظر از اینا ما شروع میکنیم تا به هفته 32 ما میتونیم که به نظر از اینا ما یه دوار تجویز کنیم. و اگر از طریق رکتال بدیم که وضعیت خانم از طریق اورال یا دلبدیدش باشه، خورده نتونه یا خواسته باشیم زودتر تاثیر بگذاره، از طریق رکتال ما 50 میلی گرم هر 8 ساعت میدیم و مقدار از این میتونه ما 50 میلی گرم تا به 200 میلی گرم به هر روز ما تجویز کنیم. ولی اگر 32 هفته بیشتر باشه ما هیچ وقت نمیتونیم اندومیتاسین بدیم، چرا که مجرای شیرینی جنین قبل از وقت میتونه بسته میکنه که بسته کرد جنین در داخل بعد میتونه که میتونه حتی سیانوز بده و داچه. و همچنین ما یک ابنورمالیتی دیگه داره در مقدار مایع امنیتی که به نام اولیگوهایدرامنیوس یاد میشه. و اولیگوهایدرامنیوس یعنی این هم در 1-2% از حاملگی ها اتفاق میفته و زمان ما تشخیص داده میتونه که مقدار مایع امنیوتی از روی امنیوتیک فتال اندکس ما گفتیم تعیین میکنیم، یا عمیق ترین طول پاکت عمودی مایع امنیوتی که در هر 4 کوادرانت ما میسنجیم اگر کمتر از 5 سانتی متر بود ما تشخیص اولیگوهایدرامنیوس از جنین میذاریم که مقدار مایع امنیوتی خیلی کمه. و یا اگر هر 4 کوادرانت وقتی که ما میسنجیم این تو عمیق ترین پاکت ما در حدود 2 سانتی یا کمتر از 2 سانتی باشه ما به نام اولیگوهایدرامنیوس میگیم. اسباب از این میتونه چی باشه؟ یکی پریمچ و ریپچر آف میبران یا پارگی کیسه امنیونه که خانم مراجعه میکنه تقریبا چند روز پیش یا چند هفته پیش مثلا با آبریزی به شکل بسیار خفیفیه یا شدید آبریزی میکنه زمانی که مراجعه میکنه. وقتی سونوگرافی میکنیم مقدار مایع ما کم میافتیم که اولیگوهایدرامنیوس راپور میدیم. و یا یک مقدار یک تعداد انومالی های مادر زدیه در نزد جنین، مثلا کلیه های از این مشکل داره، کلیه های اتریزی داره یا انسداد در مسیر کلیه وجود داره که این مقدار مایع تولید کرده نمیتونه، پس مقدار مایع کم میشه. یا زمانی که پوستر باشه ما جنینی که گفتیم زمانی که به ترم میرسه مقدار مایع امنیتی که از 800 سیسی میرسه و زمانی که 42 هفته و بیشتر از بشه هر هفته 200 سیسی کاهش پیدا میکنه. پس اگر به ترم من باشه مقدار مایع امنیتی نزد از اینا کم و جنین به طرف اولیگوهایدرامنیوس میره. و حتی جنینایی که مصاب انترایوترس گلوت ریتارتیشن باشه، یعنی رشد حیات داخل رحمی از اینا نسبت به حالت نرمال جنین های نرمال کمتر باشه، در این حالت هم مقدار مایع امنیتی در نزد از اینا کمه. و همچنین انفصال پلاسنتا یا جدا شدن پلاسنتا یا عبرب چو پلاسنتا هم که باشه میتونه در نظر از اینا مایع امنیوتی کاهش پیدا میکنه. و همچنین میتونه که و همچنین در نظر از اینا یک ادویه های هست که مهار کننده انزایم تبدیل کننده انجیوتانسینوژنه، یعنی به جدارهای رحم خود عروقا تاثیر میکنه، سبب انجیوتانسینوژن در واقع سبب تقبض اویه میشه و میتونه که سیستم رنین انجیوتانسین الدوسترون میتونه که بار انجیوتانسین الدوسترون فعال میکنه، الدوسترون سبب جذب مایع میشه و حجم دوران رو افزایش میده. زمانی که یک مقدار همی انزایم ادویه ای به مریض ما بده مثل انزید که مهار کننده همی انزایم ما باشه نمیتونه الدوسترون رو فعال بسازه. الدوسترون که فعال نشود حجم مایع در نزد مادر افزایش پیدا نمیکنه، حجم خون که کاهش پیدا کرد حجم مایع امنیتی کاهش پیدا میکنه. و پس اینا میتونه که سبب چی میشه؟ سبب وجود آمدن اولیگوهایدرامنیوس میشه. از نظر عوارض اگر ما ببینیم، اولا زمانی که مایع امنیتی کم باشه میتونه که حبل سلولی زیر فشار قرار میگیره و حبل سلولی زیر فشار قرار بگیره جنین به طرف فتال استرس میره و حتی زمانی که کشیده میشه جنین بسیار یک پست خشک و چروکیری داره، هایپوپلزی ریه ها از این کشاف پیدا نمیکنه، سوی اشکال از لنیو استخوانی داره و حتی امپوتشن نزد از این دیده میشه. جنینی که مصاب به اولیگوهایدرامنیوس به شکل بسیار شدید باشه بسیار فشرده میشه و هم حتی میتونه سوی اشکال در عضلات عضیب وجود میه، وجه بسیار کج و کجوله حتی پیدا میکنه، وجه بسیار خراب پیدا میکنه، وجه بسیار طولانی پیدا میکنه، دستا حالت امپوتشن رخو میگیره، پاها داخل یک دیگر میره، دستا داخل یک دیگر میره، بسیار فشرده میشه از نظر عضلات، از نظر حتی عظام از این مشکنه مستا به امپوتشن میشه، پاها کج میشه، میتونه که کلیپ فوتر میتونه به وجود بیاره و حتی عوارض بسیار شدیدتر از اینکه حتی سر چشما میتونه تاثیر بسیار بزرگی بگذاره که تری دید یا کوری در نزد نوزادا میتونه به وجود بیاره.
یا جمله عوارض بسیار خطرناک از اونا که اگر جنین زنده هم بمونه این مشکلات ها در نظر از اونا هسته و حتی میتونه در نظر از اینا دسلرشن طولانی قلب جنین وجود میاره. قلب جنین هرچی گوش میکشیم ضربان قلب به صورت بسیار طولانی تعداد از این کمه افزایش پیدا نمیکنه بسیار طولانی با مدت بسیار طولانی، یعنی دسلرشن بسیار چی پیدا میکنه طولانی ضربان قلب جنین ایجاد میشه. و تداوی ما چه قسم رو تداوی میکنم؟ اول عامل از این ما کوشش میکنم عامل از چی باشه رفع میسازیم، هایدریشن میکنیم. خانم حتی گفته که میتونه به هر چند ساعت 2 الی 3 ساعت میتونه که 2 لیتر ماء خانم بخوره و اگر خورده نمیتونیست میتونه که مثلا سیروم دکستروز هر 3 ساعت هر روز ما میکنیم 2 الی 3 سیروم دکستروز تا مدت 3 ساعت در نظر از تطبیق شه به نظر از این میتونه ما تطبیق بسازیم دکستروز که مقدار مایع ریز افزایش میده، مقدار مایع امنیوتیک افزایش میده و جنین از این حالت نجات میده تا اندازه کمک کننده این باشه. و یا امنیو اینفوژن میکنیم و مثل سیروم سلین میگیریم یا از طریق وجینال یا از طریق بطن به مایع امنیوتیک اضافه میکنیم که بتونه مقدار مایع افزایش بده و جنین دایت نشه. این از جمله چیزایی بود، تداوی هایی بود که ما انجام میدیم. امیدوارم چیزی فهمیده باشیم و باز هم اگر مشکلی داشتیم میتونیم شما عزیزان به گروه بیاییم و مشکلات خود طرح بسازیم، سوالات خود طرح بسازیم، انشاءالله جواب خواهم داد. تشکر، ممنون از شما.